به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و دوستان برنامه مهمانیار. با امیدی که همتون دارای صحت کامل باشین. باز هم بسیار خوشحال هستم که مهمان خانه های شما و مهمان یار هستم. همتون عزیز، ما در آغاز روز جهانی زن بر تمام زنان قهرمان کشور و بخصوص به وزیر امور زنان با پوهنمل دکتر حسین بانو غزنفر از صمیم قلب تبریک میگم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست ما هم سلام های صمیمانه خود را حضور بینندگان بسیار گرامی تلویزیون طلوع و برنامه مهمانیار عرض می کنم و ضمن روز جهانی بین المللی زن هم برشان تبریک و تهنیت گفته و در این روز خوش امیدوار هستم که لحظی با ما خوش باشن. به افتخار روز جهانی زن سر تمام زنان دیگه میمونی چپه است. تشکر. ما بسیار زیاد خوش شدم از تشریف آوری شما و ما از برنامه مهمانیار تشکر میکنم. خوش آمدین بسیار زیاد. آیا خوش هستین شما را کسی وزیر صدا بکنه یا ای که حسین بانو غزنفر؟ والا مدت هاست که مینام به نام مرا کسی صدا نمی کنه، به این خاطر من بسیار خوش میشم که به نام صدا کنن. میخوایم بر دوستای عزیز ما بگوییم که 8 مارچ چطور روز جهانی زن شد؟ روز جهانی زن 8 مارچ در سراسر جهان ای برگزار میشه و از یک ویژگی خاصی برخوردار است، اما در اوایل قرن 20 ای به میان آمد به اساس از ای که یک روز در امریکا در یکی از فابریکاتی که خانم ها بیشتر کار میکردن اعتصابی را برا انداختن که این اعتصاب به خاطر شرایط نامساعد کاری بود، حق و زمینی که بسیار ناچیز خانم ها می گرفتن، یعنی که خانم ها حقوق خود را در این روز طلب کردن، گفتن که باید حق و زمین مساوی با مردها داشته باشن و شرایط کارشان هم خوبتر شوه. و در این درگیری طوری که گفته میشه 140 تن از خواهران ما جان خود در او گوشی دنیا از دست دادن و آهسته آهسته امی مسئله بسیار مهم شمرده شد و تمام جهان متوجه از این مسئله شد که بیاین به خاطر از این که امی حقوقی که حقی خود امی زناست برشان داده شده، به این خاطر امی روز 8 مارچ بود، امی واقع رخ داده بود، بنابراین امی روز 8 مارچ به نام زنان مسمی ساختن و در این روز راجع به امی مسائل صحبت شود تا ای که جهانیان متوجه این مسئله شوند. حسین بانو غزنفر، شما زنها خوب هستین، اقلا در سال یک روز دارین، ما مرد از شما هیچ روز نداریم. شما چقدر شبکه دیگر کار کردین تا ای که بالاخره رسیدین به وزارت امور زنان؟ ما در قدم نخست که پوانتون خلاص کردم، ماستری خود گرفتم، به تعقیبش دکترای خود گرفتم، دکترای مدرشته زبان و ادبیات یا در واقع زبان شناس هستم، در بخش زبان شناسی است پی‌اچ‌دی ما. بعد از اون ما شامل کادر پوانتون کابل شدم، در 15 زبان و ادبیات پوانتون کابل بایس کادر شامل دپارتمنت زبان ادبیات شدم و در اونجا بایس کادر سایسته کار کردم و پیش رفتم و بالاخره بایسه رئیس 15 زبان و ادبیات پوانتون کابل 7 سال قبل از امروز تعیین شدم و مدت 3 تا 3.5 سال تقریبا ما بایس رئیس 15 زبان ادبیات بودم و بعد از او ما بایس وزیر امور زنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد شدم. وظیفه وزارت امور زنان چی است؟ تشکر بسیار زیاد، سوال بسیار خوبی کردین. چنانچه شما میدانین که وزارت امور زنان در کشور ما یک وزارت نو و جدید تاسیس است به اصطلاح، به می خاطرم اکثریت هموطنان ما از وظایف ما واقف نیستند. ما و شما میفهمیم که در کشورهای جهان سوم یا کشورهای رو به انکشاف در مورد حق و حقوق زن کمتر فکر میشه، حقوق کار، حقوق تحصیل، حقوق زندگی خوب، حقوق مثلا قرار گرفتن در رهبری در سطح کشور خود، این تمام حقوقی است که باید یک زن داشته باشه. به طور عموم به شکل مساویانه در کار و زندگی اجتماعی سهم مساوی داشته باشه. وزارت امور زنان به همین خاطر ایجاد شده. اما یک گپ است که این کار وزارت امور زنان خودش انجام نمیده.
وزارت امور زنان پالیسی اینمی مسائلی را که من ذکر کردم تهیه میکنه به وزارت خانه های مربوطش تقدیم میکنه تا وزارت خانه های مربوطش ای را تطبیق بکنن و از تطبیق از این نظارت به عمل میاره. وزارت خانه ها را هماهنگ میسازه با دیگه ارگان های زیر ربطی که یک جای با اونها کار میکنن و کنترل و نظارت همه کار وزارت امور زنان به عهده داره. حسین بانو غزنفر، خوب شد که گفتین. اگر نه بعد کسا تو حال فکر میکرد که وزارت امور زنان برای است که در اینجا زنا به فقط کار بکنه که میگن حقوق زن و مرد مساوی است، بعضی از مردا شک دارن. حالا او برادر زن هم انسان است، مرد هم انسان است، حالا خیلی که یکیش دن دیش مرد است. تشکر بسیار زیاد. تبریک، شما گفتین زن و مرد هر دو دوبال یک پرنده هستن و یا زن و مرد لازم و ملزوم یک دیگر است. ما نمیتونیم یکی را جدا از دیگر تصور بکنیم. خب بخیر، خدا کنه که تجلیل از این قسم روزا به مثل 8 مارچ روز جهانی زن فقط یک شعار نباشه، فقط این نباشه که به شما یک محفل بسیار باشکوه برا بیاندازیم، بلکه نتیجه عملی هم داشته باشیم و مردم دیگه باید فکر بکنن که اگر اونا به زن احترام بکنن، مثل که به مادر خود احترام بکنن، به همشیری خود احترام بکنن، به خانم خود احترام بکنن. مهمان یار ادامه داره دوستای عزیز و این بار ما و شما مهمان وزیر امور زنان کشور حسین بانوی غزنفر هستیم، اما پس از یک وقفه کوتاه با ما باشین. مهمان یار مردا یک مثل دارن که قربان بیزنی که یک تانا نتانا میزنی. ما فکر میکنم درست است که تا وقتی که یک مرد عروسی نکرده یا یک دختر هم عروسی نکرده خیلی که آزادتر راحتتر شاید باشه. باز دخترهای مجرد چی میگه دوست عزیز؟ قربان بیشویی که کالای تانا میشویی. حسین بانو غزنفر، اگر شخصا شما بر ما زن تعریف کنین که زن چی هست، کی هست؟ زن نیمی از پیکر جامعه است و بیباری دیگه میگن که زن با یک دستگاه واره و با دست دیگه جهان تکان میده. واقعیت امر هم همی است، چون اگر زن در جامعه نباشه شما جامعه را فکر کنین چطور خواد پیش رفت. و مرد که از باز تعریف زنان کردن که مرد ها خفنشه، واقعا هم که زن چراغ خانواده هست، امی زن هست که من هستم، خودت هستی، زن مادر است. خب اما آیا در کشورهای دیگه حسین بانو غزنفر وزارت بنام امور زنان هست؟ بله، در 60 کشور دنیا وزارت های امور زنان وجود داره، منتها وزارت هایشان بعضی از کشورها تنها وزارت امور زنان است، از بعضی کشورها امور زنان و اطفال است، از بعضی کشورها امور زنان و امور اجتماعی یک جای است و از او جمله 15 کشور کشورهای اسلامی هستند که امور زنان وجود دارند که از بعضی هاشان ما خودم دیدن کردیم، مثل مالیزیا، فیلیپین، هندوستان، بنگلادش، پاکستان، کشورهای منطقه تقریبا همشان دارند. حسین بانو غزنفر، آیا یک زن قبول کرده میتونه که سر خود یک زن دیگر وزیر داشته باشه؟ تشکر بسیار زیاد. چی باید عرض کنم که این وزارت امور زنان یک وزیر بالای یک زن نیست. زنها اگر اتو فکر میکنن ای را اشتباه میکنن، حرف شما درست است، شاید یک زن یک زن دیگره در جامعه مثل جامعه ما بایس وزیر قبول کرده هم نتانه، اما ای اموری از اونا را پیش میبره، ای در واقع بالای سر از اونا یک وزیر نیست، ای وزیر است که اموری که مربوط زنان میشه پیش میبرن. اگر زنان اینه میره به توجهشان برسانم که قبول داشته باشن که ما خدمتگارشان هستیم، ما امور اونها را پیش میبریم، به اون صورت من فکر میکنم قبول خواهد کرده. ایره به خاطر گفتم دوست عزیز که همین زنان من خود زیاد تحسود هستم. حرف شما بجاست. من بسیار آرزو میکنم که وقتی زنها بسیار زیاد مصروف شدن، مصروف کارهای بیرون شدن، مصروف کارهای خانه شدن و سطح آگاهیشان بلند رفت، سطح تحصیلاتشان بلند رفت، یقینا که آهسته آهسته از حسودی دست میبردارن، چون که میگن حسود نیاسود. آیا در وزارت امور زنان فقط زنان کار میکنه؟
نخیر، در وزارت امور زنان بیشتر از 85% البته زنان هستند، بقیه مردان هستند. مردها هم کار میکنند در اینجا، منتها در سطح رهبری بیشتر زنها قرار دارند. همین جمعی نعمت ما رو میگوزی و نمیدی چرا نی هزار نفر ما در بخش رسانه ها مردها و زنها رو داریم. خانم محسن بنو غزنفر، همیشه ما مردم خوشحال بایی بودیم که این اولا نمایشگاه صنعت دستی زنها برانداخته شد، زنها این صنعت دستی رو پیش میبرن، این قالین بافی میکنن. آیا بدون از صنعت دستی زنها کار دیگه هم هست که میتونن انجام بتن؟ آیا اونا باید همیشه داخل خانه باشن ببافن؟ نه، ما ای چنین عقیده را ندارم. زنها باید معلم باشن، زنها استادای فاکولته ها باشن، چنانچه هستن فعلا یک تعدادی از زنان، زنان قاضی ها هستن، سارنوال ها هستن، زنان دکتران طب هستن، زنان همیال. اگر ما زنان تجارت پیشه را میتونیم مثال بدیم که در 7 سال اخیر ای یک پدیدی بسیار نو است که در 7 سال اخیر شما میفهمین که 300 زن تجارت پیشه ثبت کتاب الکترونیک شده که در محمد خودم در محفلشان حضور داشتم. با یکی از زنان مقابل شدم که اونا یک کمپانی داشتن که کمپانی خانه سازی داشتن، تعمیرها را می ساختن، کمپانی سرک سازی داشتن که سرک می ساختن، خانم ها رئیس پوانتون ها بودن، پوانتون های شخصی بودن. ببینین که در ساعات مختلف امروز زنها مصروف هستن. اگر در جهان ببینیم زنهای پیلوت، زنهای کیهانورد، زنهای رئیس جمهور، زنهای هستن وزیر خارجه، وزیر داخله، وزیر صحت، در امورات مختلف زنان در جهان سهم میگیرن. البته در کشور ما هم آهسته آهسته زنها در سطح رهبری می آیند، زنها وظایف گوناگون می گیرند. این تنها بسنده نیست که به صنایع دستی ما بسنده بکنیم. مردها یک مثل دارن که قربان بیزنی که یک تنها نتنها می زنی. شما آیا کدام جواب برای این مثل مردها دارین؟ ما فکر میکنم درست است که تا وقتی که یک مرد عروسی نکرده یا یک دختر هم عروسی نکرده، خیلی که آزادتر راحتتر شاید باشه، ولی بالاخره تنوع هم در زندگی مرد و زن باید به وجود بیاید و زن بدون مرد و مرد بدون زن شاید خوب نباشه. و ما به همین نسبت آرزوی ما ایست که باید زنها و مردها در سن قانونی خود که رسیدن عروسی بکنن. و این حرف شما یک چیز دیگر به یاد من داخت که ما در نظر داریم فامیل های بی بضاعت عروسی شان برگزار بکنیم که به طور مثال در ولایت بلخ 21 زوج جوان عروسی شه به کمک تجاران ملی البته برگزار کردیم. و ضمناً آرزو هم ندارم که در بعضی کشور گوشه های کشور ما دخترها را در سن 9 سالگی و 10 سالگی بروسی میتن، در 14 و 16 میتن که غلط است. باید یک دختر و یک پسر امو سن قانونی 18 سالگی خود رسیده باشه که باید عروسی بکنه و قبل از او عروسی کردن باعث همین خشونت های خانوادگی در مجموع باعث خشونت در فامیل میشه. بله، باز دخترای مجرد چی میگه دوست عزیز؟ قربان بیشویی که کالای تتنام میشویی. یک راستی موضوعی که یاد کردیم بسیار مهم و بسیار جالب بود برای جوانایی که میل ازه شنیدنی که گفتین عروسی دست جمعی را بخاطر خانواده‌ای به بضاعت میخواین برای پرتین. ما شاید بتانم تاریخ وار اعلان کنم که در اینی ولایت در اینی تاریخ اینی تعداد عروسی میکنن. در آینده ای را خدمتان عرض خود کردم. باز دخترانم شما پیدا میکنین یا چطور؟ نه، این مربوط خانواده ها هست. هر خانواده که آمادگی خود اظهار میکنه، ما نه با دختر نه با پسر سر و کار نخواد داشتیم. ما با یک خانواده سر و کار خواد داشتیم. یک جفت خودش میایه اعلان میکنه که من میخوام عروسی کنم با استفاده از حمایت مالی شما. خب خیمه والا نقیق شده بودم کی پیدا میشه برام مهمانی. بانو غزنفر، امروز میخواییم که از دستپخت شما بخوریم. ایقا تعریفی نیست، مقصد یک چیزی میتونم برای خوردن تهیه بکنم. بله، هموطنان عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه مهمانیار از تلویزیون طلوع. وزیر امور زنان کشور بانو غزنفر با ما و شما هست. از دوران طفولیت چی باید تر مانده؟ بله، از دوران طفولیت من قبل از اینکه مکتب برم بیادم میایه که من به بازی های طفلانه بسیار علاقه داشتم، مثل تو بازی و جز بازی و ریسمان بازی و گاز خوردن.
امینا شدیدن زیر از زیر نظر میگذره و در عین زمان زیاد علاقه داشتم به بازیایی که با جملات و کلمات یعنی با اشعار همراهی میشد و دیگه از امو طفولیت زیاد به علاقه داشتم رسم بکشم. حالا چطور است؟ آیا رسام یا شاعر شدین یا نه؟ نه والا گفته نمیتونم که رسام شدم یا شاعر شدم، هیچ کدام هم نشدم، ولی به یاد دارم که در دوران مکتب رسمی که برای شاگردا استاد قرار بود بر روی تخته بکشه از من خواهش میکرد بر روی تخته میگفت یک رسم بکش که شاگردا باز از روش میگفت اقتباس کنن و همیشه نمره ما پوره بود در مضمون رسم. ما نیمت گشتیم همیشه در مکتب در رسم ناکام میشدیم. دوست میگفت پای میگشتیم. خب باز بانو غضنفر زمانی که شما خود شناختین جهان شناختین چی آرزو برتون پیدا شد و چی میخواستین که باشین و چی کار میخواستین انجام بتین؟ بله من در دوران مکتب به این نتیجه رسیدم که من حتما باید دارای تحصیلات عالی باشم، حداقل تا دکترا، تا سطح دکترا، در هر رشته‌ای که باشم مهم نیست. من هنوز رشته خود تشخیص نداده بودم در صنف هفته مکتب، ولی این تشخیص داده بودم که برای من ضرورت است که تا بلندترین قله علم بیاموزم و حداقلش دکترا بود. همون وقت پیش پای مانده بودم امی مقصده. آهنگ که باید شما هست و بعضی خود که بیکار میشین و تو دلتان میخوای گول زمزمه کنین کدام هست؟ والا میتونم بگویم که من از سابقه های بسیار دور به صدای خانم سلما و ژیلا، هنرمند بسیار قدیم ما، علاقمندی بسیار خاص داشتم و در این زمان به صدای ناشناس هم بیشترین علاقه را دارم. ما تمام آهنگای امیسه هنرمنده بسیار زیاد میپسندم. پس بانو غضنفر امزه خو مستی خیلیه مردم مرا خوشذوق نمیگن. خب ای که خوشذوق میگن نمیگن این مربوط خودشان است، ولی ذوق ما همی هست. بانو غضنفر با کدام زبانها شما آشنایی دارین؟ زبان مادریم زبان ازبکی هست، بنابرای زبان ترکی را هم آشنایی دارم. خب فارسی و پشتو زبان خود ما و شماست. زبان خارجی من زبان روسی هست که من 25 سال است که به زبان تکلم میکنم، کاملا آشنایی کامل دارم، میتونم بگم تسلط کامل دارم با او. و یک کمکی هم با زبان انگلیسی آشنایی دارم. چند خواهر و چند برادر هستین شما؟ بله ما در خانواده 5 خواهر هستیم به شمول خودم و 10 برادر هستیم، شکر فضل و رحمت خدا. و 10 برادرم 5 خواهرم همه تحصیل کرده هستند، همه صاحب شغل هستند، بعضی ها در دولت مصروف کار هستند، بعضی ها کارهای شخصی خود دارن. یکی از برادرایم در شورای ملی وکیل است، دیگه برادرم مثلا مصروف کارهای بانک هستند، مصروف کارهای تجارتی هستند، خواهرانم دکتر طب است، معلم مکتب است، سارنوال است. به این شکل همه ما مصروف کارهای یا در دولت یا در خارج دولت مصروف کار و پیش است. نام خدا و تا جایی که من آشنایی پیدا کردم دوست عزیز و خانم که خانواده غضنفر یک خانواده بسیار موفق و روشن فکر هم است. خب بانو غضنفر، اما یک چیزی که بر من بسیار و بر دوستم شاید جالب باشه ای که چطور شما ازدواج نکردین؟ من فکر میکنم بسیاری مسائل ای یک تقدیر خداوند است، آنچه که او میگه همطور میشه. شاید در تقدیر من همی بوده که من مجرد باشم، یعنی من خودم شخصا نه کدام علاقه مندی خاص داشتیم که حتما عروسی کنم و نه هم بی علاقه بودیم که بگویم که من قطعا به شکل شخصی نمیخواستم، ایرم گفته نمیتونم. ما یک چیز گفته میتونم که ما سخت مصروف بودیم از روزی که به دنیا آمدیم، فکر میکنم اینقدر مصروف بودیم که ایچه میفکر کردم داریم باره برای میسر نبوده، همیشه شدیدن مصروف مطالعه و کار و بار اینه می چیزها بودیم. ما با مردم رو میبونی که الان مصروف کار نبوده. بله یکی ای باشه و یکی هم فکر کردن هم در این مورد شاید رول داشته باشه که برای فکر کردن در این مورد ما هیچ فرصت نداشتیم. بنابراین ما کنم پاسخ خاص برتان گفته نمیتونم. خب بیا خیر باشه، هنوز هم جوان هستیم. خب بانو غضنفر، آیا شما گاهی آشپزی کردین؟
آچرانی ما آشپزی زیاد آشپزی کردیم در خانه. در وقتی که ما جوان بودم مثلا شاید سنای 14-15 بودم که سر ما آشپزی میکردن که ما یاد بگیرم میره برای آموختن میکردم و بعد از اون 10 سال مکمل در خارج تحصیل میکردم. در جریان تحصیل هم گاه گاهی ما دل ما می شد که آشپزی افغانی بخوریم، وقت خود ما می رفتیم آشپزخانه بر خود آشپزی می کردیم. حال که مصروفیت هایم فوق العاده زیاد است، البته بسیار کم آشپزی می کنم، بجز از روزهای جمعه دیگر روز هیچ نمی تانم به آشپزخانه حتی داخل هم شد. بله منتها بانو غزنفر، امروز می خواهیم که از دستپخت شما بخوریم. خب ما یک مقدار غذاهای بسیار ساده بر شما تهیه کردیم که انشالله بعدا روی میز غذا میریم میبینیم، ما به شما نشان میتونم که کدام هایش دستپخت ما است. ایقا تعریفی نیست، مقصد یک چیزی میتونم برای خوردن تهیه بکنم. بله و ما بسیار قدر غذای رنگارنگ هم نمیپزم، فقط یک چند غذای خاص از اینجا. امیدوار استم که مزیتان بته و همچنان امیدوار استم که بیندای گرامی هم با ما لحظاتی را که در حال سپری کردن هستن خوش بوده باشن. زنده باشین. بخیر، پس شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع بکنیم که مامی ایچ سنمینان سعی کرده نمیتونم تا که نخورم شد. نوش جانتان، ما هم همیره میگم که نوش جان بکنین. از هر طرف که شروع میکنین این منتو هست، اگر منتو میگیرین یا از برین شروع میکنین همیشه آماده است. منتو اونو چیه یک ذره دور مانده از ما در سالات در این غذای قرمه مانده. ما به اجازه تان اگر برمان میگیرین کجاست؟ ما میخواستم برای خانم های عزیز در ختم برنامه هم یک بار دیگر روز جهانی زن را از صمیم قلب تبریک گفته و موفقیت، صحت، سلامتی برشان آرزو کنم. در عین زمان ازشان آرزو بکنم که کوشش بکنن که بیاموزن، کار بکنن، تحرک داشته باشن و امی کار، تحرک، آموزش برای ما و شما اعتماد به نفس میده و کسی که اعتماد به نفس داره در زندگی خود موفق میباشه. ما آرزو دارم از مردها نیست با زنها در قسمت همکاری بکنن، چون که بدون همکاری مردها زنها به هیچ جایی رسیده نمیتونن در آموزش اونها، در کار اونها، در تحرک اونها، قدم به قدم اونها را یاری و همراهی بکنن. و از خود خانم ها هم آرزو داشتم که در بین هم بسیار زیاد صمیمی باشن و امی صمیمیت و دوستی و محبت اساس همه چیز را در آینده برای ما و شما میتونه بگذاره. با محبت، با تحرک، با اعتماد به نفس زندگی بکنن. بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و دوستان برنامه مهمانیار، تیم مهمانیار هم یک جان تشکر میکنه. ما شخصا یک جان تشکر میکنم به نمایندگی از اونا، از وزیر امور زنان کشور خانم حسن بانو غزنفر، ای که بسیار با اخلاص مهمان نوازی کرد. و بخیر ما هم آرزو میکنیم و دعا میکنیم که همیشه تمام زنان کشور ما سربلند، سرفراز و راحت زندگی بکنن. تشکر از شما. از شما هم یک جان تشکر و از برنامه بسیار خوب شما و از صحبتی که داشتیم. من بسیار خوش شدم. یک جان ممنون.